سلام، این هفته میخواییم فیلم خاطرات قتل اثر بون جون‌وو رو تحلیل کنیم، کارگردانی که جایزه اسکار برد ولی از همون ابتدا یک نوع کارگردانی متفاوت داشت. در این ویدیو ما سعی میکنیم بعد از اینکه یه خلاصه از داستان گفتیم، نوع ژانر و نوع تغییری که در این ژانر آقای بون جون‌وو داد رو کاملا بررسی کنیم، بخاطر اینکه ژانر جنایی معمایی یه ژانر با یه سری شمایل آیکونوگرافی‌های خاص، یه سری چیزای خاص داره، ولی این کارگردان اینا رو عوض میکنه و با همه این عوض کردن و بازم این فیلم قشنگی میشه. داستان فیلم تو سال 1986 در کره جنوبی آغاز میشه، جایی که برای دومین بار جسد یه دختر با دست و پای بسته و در حالی که مورد تجاوز قرار گرفته پیدا میشه. دو کارآگاه پلیس محلی مأمور رسیدگی به این پرونده هستن و بدون هیچ ترفند خاصی و بدون اینکه هیچ خلاقیتی داشته باشن، فقط با شکنجه و بازجویی مظنونین سعی میکنن کارشون رو جلو ببرن و به نوعی به زور هم میخوان اعتراف بگیرن و فقط میخوان پرونده رو یه جوری حل کنن. تا اینکه یه کارآگاه حرفه‌ای اصول میاد و به اون دو نفر تو این تحقیقات کمک میکنه. بعد از پیدا شدن سومین جسد زن، اونا سرنخ‌هایی از یه قاتل سریالی به دست میارن. چیزی که این فیلم رو قشنگ میکنه اینه، معمولا در ژانر جنایی معمایی ما بعد در انتهای فیلم قاتل رو پیدا کنیم. یه نوع عدالت است، عدالت آمریکایی، قاتل باید پیدا بشه و مجازات بشه و معمولا باید به دست دادگاه مجازات بشه، ولی این فیلم یه همچین ویژگی رو نداره. در این فیلم ما از همون ابتدا میدونیم که قاتل قرار نیست پیدا بشه. پس چه چیزی این فیلم رو قشنگ میکنه؟ به نوعی این فیلم در مورد این کارآگاه هاست، دست و پا زدن این کارآگاه و روشهاشون برای به دست آوردن این قاتل. هر ژانری به یه سری ویژگی شناخته میشه. برای مثال ما در ژانر ورزشی یه کاراکتر داریم که برای رسیدن به موفقیت سعی میکنه از همه بهتر باشه، یه سری کشمکش ها و چالش ها داره ولی معمولا در انتها موفق میشه. در ژانر جنایی معمایی ما یک سری آیکونوگرافی یا نشانه ها داریم، معمولا قربانی ها زن هستن، معمولا از چاقو استفاده میشه، خون میبینیم، بارون میبینیم و در انتها قاتل پیدا میشه. پیرنگ باز مثل فیلم شیطان رو دیدم، ما از اول میدونیم قاتل کیه و از اول دنبال این هستیم که قاتل رو پیدا کنیم. ده پیرنگ بسته ما نمیتونیم قاتل کیه و از ابتدای فیلم دنبال این هستیم که قاتل رو پیدا کنیم. در هر دوی این نوع پیرنگ ها قاتل در انتها پیدا میشه، ولی این فیلم این ویژگی رو میذاره کنار، از همون ابتدا میگه قاتل پیدا نمیشه. یک چالش برای خودش کارگردان به وجود میاره، اینکه یک نفر بیاد به قربانی تجاوز کنه و در انتهای فیلم نتونن دستگیرش کنن، به شدت مخاطب آزار میده، مخصوصا مخاطبی که این همه سال عادت کرده به اینکه زشت کشیدن و گیر افتادن این آدمو ببینه. به نوعی مخاطب انتظار داره که اونو پشت میله‌های زندان ببینه. پس باید یه داستان خیلی خوب و خیلی جالب بسازی که مخاطب جذبش بشه و این کاری که این کارگردان انجام میده. در طول فیلم کامل مخاطب غرق داستان میشه، ما دقیقا با سوژا همش همراهیم، همش نزدیک به اوناییم و همش حس میکنیم که داریم قاتل رو به دست میاریم، ولی هی داریم دورتر میشیم. از اینجا به بعد تحلیل با اسپویل همراهه، پس اگه فیلم رو ندیدی این ویدیو رو سیف کن، برو یه بار فیلم رو ببین و بیا و اینجا یک جوری تحلیل میکنم متفاوت از سایر دوستان. یک سری چیزا در مورد فیلم نام نویسی، دکوپاش و چیزهای دیگه میگم که احتمال میدم جای نشیده باشه. در پلان ابتدایی فیلم ماشین پلیس خراب رو میبینیم. ماشین خراب نماد قانونه، قانون در این کشور خرابه و بعد کارآگاه میاد و ما یک کودک رو میبینیم که کلی ملخ شکار کرده. ملخ چه موجودیه؟ ملخ موجودیه که تومش رو شکار میکنه و بعد میندازتش دور. تمام مردهایی که در این فیلم هستن با زن این کار رو میکنن، از قاتل که تجاوز میکنه با قربانیاش و اونا رو میندازه دور، تا حتی همین کارآگاه ها که وقتی اون منشی خانوم بهشون اطلاعات میده حتی یه تشکر ساده هم ازش نمیکنن و میگن خب برو حالا برای ما اون قهوه رو بیار، نسکافه رو بیار، حتی یه تشکر ساده نمیکنن. و معمولا تمام افرادی که در این فیلم هستن پتانسیل اینو دارن که یه قاتل بشن. به خاطر همینه که در انتهای فیلم وقتی که کارآگاه نگاه به ما میکنه، دیوار چهارم میشکنه، وقتی دختر میگه یه فرد معمولی بود، انگار داره ما رو نگاه میکنه. همه اون مردای اون فیلم این زمینه رو داشتن.
از آنها استفاده کنن و اونا رو بندازن دور. این نگاهی بود که کارگردان به ما داشت. چیزی که در میزانسن و نحوه فیلم برداری این فیلم برام جالب بود این بود که کارگردان سعی میکرد جلو رو به ما نشون نده. دوتا کارکتر و دوتا کاراگاه میافتادن دنبال یک شخص. ما اون دوتا رو میدیدیم که دارن از جلوی دوربین رد میشن، ولی اون شخص رو نمیدیدیم. این حس نرسیدن، این حس این که اون کارگاه ها جلوتر از ما هستن، یه چیزی میدونن و ما نمیدونیم، همین حس استراف و استرس باعث هیجان انگیزتر شدن میشد. یه ویژگی که کارگردان این فیلم داره اینه که داخل همه فیلماش آمریکا رو به شدت قبول داره. یعنی چی؟ چه در این فیلم و چه در فیلم انگل شما متوجه میشید که آمریکا بهترین کشور دنیاست از همه لحاظ. برای مثال در فیلم انگل وقتی که پسر بچه میره داخل حیاط خونشون و تو اون هوای بارونی زیر چادر میخواد بازی کنه، پدر خانواده میگه خب یه چادر سوراخ میشه، مادر خانواده میگه مشکلی نیست چادرش آمریکاییه. داخل همین فیلم هم شما دقیقا متوجه میشید وقتی که اینا میخوان دی ان ای اون قاتل رو تشخیص بدن، اونا مجبور میشن کشور کره که این دی ان ای رو بفرسته آمریکا تا براش از آمریکا تشخیص بدن. این تیکه انداختن کارگردان به نظام کار است، به اینکه پیشرفت نکرده، به اینکه از همه لحاظ عقب‌تره. کشورش یک کشور کارگریه، یک کشور فقیره نسبت به آمریکا که یک کشور سرمایه‌داریه. و این دیدگاهی که این کارگردان داره، از دیدگاه اون بهشت برین یه جوری آمریکاست، چه لحاظ امکانات، چه لحاظ زندگی و چه لحاظ اون آزادی که میتونی داشته باشی. معمولا ما یه آیکونوگرافی برای تشخیص کاراگاه داریم. معمولا یه کلاه نقابدار دارن، پالتوهای بلند میپوشن، خیلی زیرکن، یکیشون معمولا همه چیز رو مینویسه. ولی اینجا دو تا کاراگاه داریم که یکیش میگه من نگاه قاتل میکنم میفهمم این قاتلی یا نه، بعد میبینیم میره پیش رمال تا بفهمه این طرف قاتلی یا نه، و یکی دیگه‌ش هم با پای چپش معمولا یا با پای راستش بود، یادم نیست دقیقاً کدوم، همه رو کتک میزد و میخواست به زور ضرب از همه طرف بگیره. که در آخرم چون شرقی ها اعتقاد خیلی شدید به کارما دارن، اینکه شما هر چیزی که بکاری همون رو درو میکنی، همون شخصیتی که با پاش از دیگران اعتراف میگرفت و دیگران رو کتک میزد، همون پاش قطع میشه. و میدونید یاد یه سکانسی از فیلم بریکینگ بد افتادم، اونجایی که کاراکتر اصلی میگه که زندگی بدون تاوان هیچ معنی نداره، اگر یه کار خوبی کردی باید جوابشو ببینی و اگر یه کار بدی کردی بازم باید جوابشو ببینی. از دیدگاه اون تاوان معنی میده به زندگی، و شاید این دیدگاه کارگردان هم در طول این فیلم هست. خیلی جا شنیده بودم آدم به یه چیزی فکر میکنه در آخر امکان داره تبدیل به همون چیز بشه. در این فیلم ما سه تا کارگاه میبینیم، یکیش که با پاش همه رو میخواد بزنه و اعتراف بگیره که خب دیدیم پاش قطع شد، یکی دیگه که احساس میکنه که اصلا چشمی آدم ها رو میتونه ببینه و بشنسه و اعتراف بگیره، که در آخر شخصیتش متفاوت میشه و وقتی کارگاه باهوش رو میبینه سعی میکنه از اون الهام بگیره. ولی اون کارگاهی که از سئول میاد اون تغییر شخصیت میده. چرا؟ میدونید این کارگاه همه زندگیش یا در اون لحظات همه زندگیش پیدا کردن قاتل بود، این که بتونه اونو پیدا بکنه. ولی وقتی میره جلوتر و میبینه نه ابزارشو داره که بتونه این قاتل رو پیدا بکنه و نه دانششو، میریزه به هم، دچار یه افسردگی شدیدی میشه و افسردگی مطلق. و وقتی یه کاراکتر دچار افسردگی مطلق میشه قتلشو از دست میده، اونم مثل اون دوتا کارگاه دیگه میخواد با زور بازو و با کتک و با شکنجه کارو جلو ببره و سعی کنه قاتل رو پیدا کنه. معمولا لوکیشن در هر فیلمی نشوندنده که اوقات کانسپت فیلمه. در پلان ابتدایی ما قطار رو میبینیم و ریل قطار، این معنی چی؟ ما دو نوع نمادشناسی داریم، اشکالی که به نوعی گردن حالت دایره وار دارن بهشون میگیم مادینه، یه کوچولو شبیه حالت جنسی زنان است. اشکالی که صافن مثل میله هستن اینها رو بهشون میگیم نرینه، شبیه حالت جنسی مردانه. وقتی که شما ریل قطار رو در نظر بگیرید که داخل تونل داره میره، این یه نوع تصویر جنسی علاوه بصری به حساب میاد.
و به نوعی تجاوز مردانه. این قاتل به همه زنها تجاوز میکرد و اونا رو مینداخت دور. در انتهای فیلم ما میبینیم که محل درگیری این دو نفر در اونجاست، اشکال مردانه که به زنها تجاوز میکنن. این آدم ها دقیقا ملخ هستن به نوعی. اینها همون افرادی هستن که میتونن قاتل باشن، میتونن از زنها استفاده کنن، از اون راهب که همه میگفتن خیلی آدم خوبیه، خیلی آدم درستیه و خب لباسای زیر زنها رو جمع میکرد و خودتون باقی داستان رو میدونید، یا تمام افرادی، یا اون پسری که یه کوچولو منگول بود ولی هیزی میکرد، و یا افرادی که ما در این فیلم دیدیم همشون قابلیت تبدیل شدن به یه قاتل رو داشتن. همه اینها آدمایی بودن که از زنها استفاده میکردن و اونها رو دور مینداختن. وقتی بخوایم یه فیلم رو تحلیل کنیم، پلان اول رو با پلان انتهایی فیلم مقایسه میکنیم و بعد از مشاهده کانسپت فیلم به پایان فیلم و مفهومی که کارگردان دنبالش بوده پی میبریم. در ابتدا ما کودک رو میبینیم که چند تا ملخ گرفته با استفاده از هوش خودش بدون هیچ ابزار آلاتی، ولی کلی کودک هستن چی نگرفتن. و در پلان انتهایی فیلم ما میفهمیم که کودک به کارآگاه که الان بازنشسته شده و یه شغل دیگه داره میگه اون یه فرد عادی بود، یه قیافه عادی داشت مثل همه آدمای دیگه. مشکل کارآگاه این بود که اون دنبال یه آدم خاص بود، یه آدم روانی، یه آدم متجاوز. اگه از همون اول مثل همون کودک ابتدای فیلم با هوش خودش دنبال حل این پرونده بود، الان قاتل رو پیدا کرده بود، ولی اون میخواست با زور، با رمالی، جادوگری و خیلی چیزهای دیگه دنبال این قضیه باشه و دیگه آخر عمرش روزه بازنشستگیش نمیتونه بگه خب ما همه تلاشمونه کردیم و نشد. اون اینو باید با خودش بگه، من درست تلاش نکردم، من درست فکر نکردم، بخاطر همین قاتل زنده موند، با آدمای دیگه تجاوز کرد و همشون رو به قتل رسوند. معمولا یه اصلی در همه فیلم ها هست، ما هیچ وقت از زاویه دید یک قاتل یا یک هیولا به جای نگاه نمی کنیم. مخاطب هیچ وقت معمولا در زاویه قاتل قرار نمی گیره، الا یک موقع جای هیولا قرار می گیره، جایی که برای ایجاد حس دلهره و وحشت باشه. ما در طول فیلم اصلا جای قاتل نبودیم، فقط یه جا وقتی بین اون دوتا دختر قرار یکیشون انتخاب کنه برای اینکه اون حس ترس رو القا کنه به مخاطب، ما تو پیووی هیولا قرار میگیریم، تو پیووی قاتل بتونیم حس کنیم، این وحشت رو برای اون دوتا دختر حس کنیم. برای همینه که در اون لحظه ما در پیووی قاتل قرار میگیریم. در انتها خوشحال میشم که منو سابسکرایب کنی و اگه نظری داری برام کامنت کنی، این پستم لایک کنی. خوشحال میشم که بیشتر ببینمت و نظرات تو بدونم. خدا نگهدار.